مشعلگردانی یکی از قدیمی ترین عزاداری های سنتی ویژه اهالی نجف اشرف به شمار می رود و شرکت کنندگان به صورت نمادین برای یاری سید الشهدا اعلام آمادگی می کنند. همکارم در رابطه با برگزاری این آیین سنتی گزارشی تهیه نموده که با هم می بینیم. مشعلگردانی نجفی ها در دهه اول محرم برگزار می شود و از شب هشتم محرم شروع شده و تا شب عاشورا ادامه دارد. مشعل یک چوب بلند و باریک است که بر روی آن از 20 الی 40 مشعل نصب شده و هر مشعل به شیوه سنتی با استفاده از پارچه های ضخیم و پشمی و با نفت سیاه یا گازوئیل روشن می شود. سپس افراد تنومند یا قد بلند هیئت این مشعل را بر دوش خود حمل می کنند و به همراه دسته های عزاداری به سمت حرم مطهر علوی حرکت می کنند. در جلو و پشت هر مشعل هم دو نفر حامل مشعل را کمک می کنند تا مشعل نیفتد یا کسی آسیب نبیند. طبل و سنج از بخش های مهم آیین مشعلگردانی است و طبل‌ها در وسط عزاداران با ضرب آهنگی سریع و تند نواخته می شوند و عزاداران و مشعلگردان ها را به هیجان بیشتر وامی دارند. دور هر مشعل بین 10 الی 20 نفر شمشیر به دست به صورت نمادین به پایکوبی پرداخته که گویی خود را برای جنگ با دشمنان آماده می کنند و به لهجه عراقی شعارهایی ماننده آجرک الله یا علی ابن الحسین و اولاده سر می دهند. در جلوی هر یک از مشعلها چند نفر پرچمهای بلند سیاه و قرمز با شعار یا حسین را به اهتزاز در می آورند. در سال جاری هم عشایر شیعه در عراق در نجف اشرف در شبهای منتهی به عاشورا مراسم مشعلگردانی را برگزار می کنند. در این شبها محبان اهل بیت علیهم السلام در نجف اشرف گرد هم می آیند تا این آیین سنتی را که از قدیم الایام نسل به نسل به آنان منتقل شده را احیا کنند. در این مراسم با صدای بلند ذکر لبیک یا حسین تکرار می شود. موکب مشعلهای نجفی یا به قول مشهور آیین و مراسم مشعلهای نجفی یادآور خاطره شهادت قهرمان علقمه و ساقی تشنه لبان کربلا حضرت ابوالفضل العباس و برادرزاده آن حضرت قاسم فرزند امام حسن مجتبی می باشد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری اخبار شیعه در نجف اشرف که در این مراسم حضور داشت، خیلی عظیمی از مردم این شهر در مراسم عزاداری مشعلگردانی نجفی ها شرکت کردند. به گزارش خبرنگار خبرگزاری اخبار شیعه، آیین مشعلگردانی نشان دهنده صحنه دیگری از صحنه های عزاداری نجفی ها به یاد واقعه عاشورا و یادآور ظلم و ستمی است که بر خاندان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام وارد شد. درباره تاریخچه مشعلگردانی گفته می شود که از آنجا که عرب ها هنگام شروع جنگ آتشی می افروختند و طبل می نواختند، در آیین مشعلگردانی نیز که طی شبهای قبل از عاشورا برگزار می شود، عزاداران گویی خود را برای یاری حضرت سید الشهدا آماده می کنند. به عبارتی دیگر، عشایر عقب نجف اشرف با برگزاری آیین مشعلگردانی جهت یاری حضرت سید الشهدا اعلام آمادگی می کنند و به ندای هلم ناصر ینصرونی لبیک می گویند و خود را برای مبارزه با دشمنان اهل بیت آماده می کند. همچنین گفته می شود در زمانهای دور و پیش از رسیدن برق به شهر نجف، عزاداران از این مشعلها برای روشنایی دسته های عزاداری و سینه زنی استفاده می کردند. گفتنی است که آیین سنتی مشعلگردانی همه ساله در شبهای هشتم، نهم و دهم محرم توسط نجفی ها و کربلایی های مقیم تهران در محله عراقی های مقیم پایتخت واقع در دولت آباد برگزار می شود. مراسم آیینی مشعلگردانی در همین شبها توسط نجفی های مقیم مشهد نیز از محل حسینیه نجفی ها در کوچه چهارباغ تا حرم مطهر امام رضا برگزار می شود.
نجفی های مقیم قم و سایر شهرهای دیگر در ایران نیز مراسم مشابهی برگزار می کنند.